شورای عالی جنبش روشنایی در اعلامیه تازه‌ای از ساختارمند شدن این جنبش در آینده نزدیک خبر داده است. گفته شده که قرار است در ماه دلو همین سال اولین کنگره سراسری جنبش روشنایی برگزار می شود و طی آن جنبش روشنایی با ورود کادرهای تازه و متخصص دور تازه ای از فعالیت هایش را آغاز خواهد کرد. این اعلامیه اما با واکنش های متفاوتی در بین هواداران و حتی اعضای شورای عالی جنبش روشنایی مواجه شده است. هزار ولت بدون آنکه موضع خاصی در این قبال داشته باشد تلاش می کند نظر و دیدگاه موافقین و مخالفین این طرح را انعکاس دهد. از همین رو در ادامه گفتگوهای اختصاصی در این زمینه ذوالفقار امید از اعضای شورای عالی جنبش روشنایی را با خود داریم. آقای امید سلام و تشکر میکنیم از اینکه زمینه این نشست را فراهم کردین. خوب و بد ساختارمند شدن جنبش روشنایی یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دارم خدمت کسانی که ما را از طریق صفحه جهانی هزار ولت میبینند و درود بفرستم برای تمام شهدا، شهدای اخیر غرب کابل، شهدای جنبش روشنایی و روحی بلندی پیری پشمینه پوش شهید عدالت اجتماعی. راجع به این سوال شما راجع به ساختارمند شدن جنبش فکر میکنیم که این تصمیم تنها شورای عالی نیست، بلکه خواسته کل مردم ما، اعضای جنبش روشنایی، هواداران جنبش روشنایی هست که وقتی تبعیض ساختارمند است، وقتی تبعیض سیستماتیک است، وقتی بی‌عدالتی مزمن است، این نیاز به یک مبارزه ساختارمند، نیاز به یک مبارزه سیستماتیک داره. به او خاطر کل دوستان ما تاکید به این داشتن همیشه تا هنوزم 11 نامه از مختلف ساحات جهان برای شورا رسیده که لطفاً روی ساختارمند شدن جنبش باید کار بکنید و تقریبا 1.5 سال هم است که کل دوستای ما در شورای عالی مردمی نظر شی بودن که باید جنبش روشنایی ساختارمند شد و قدم های اولیه هم برداشته شد در زمینه. حتی یک درفتی از یک مسوده از منشور یا از اساسنامه ساختارمند شدن جنبش هم تکمیل شد. آقای امید، بحث ساختارمند شدن جنبش تقریبا 1.5 سال قبل مطرح شده بود، چرا تا کنون کاری در این زمینه آغاز نشده؟ البته راجع به ساختارمند شدن یا ساختارمند کردن جنبش زمان میخواد و ما باید با تمام عدالت خواهان در سراسر جهان باید مشوره بکنیم و برای دوستا هم برای اعضای شورای عالی هم گفتیم که اگر واقعا بخواهی که یک ساختارمندی مؤثری به وجود بیاید باید مشوره همه را باید گرفت و همه طرف ها و تمام اعضا باید قانع شود. و پیشنهاد مشخص من واضح داریم راجع به این مسئله که ساختارمند شدن جنبش ما در ذهن ما و تصویری که در ذهن داریم این است که یک ساختار پویا، زمانمند، سیال، دموکراتیک و در این ساختار چرخش نخبگان بوجود بیاد. وقتی که گبه چرخش نخبگان میزنیم یا سیالیت از این ساختار یا بگیم دموکراتیک بودن از این ساختار باید تمام نظرات، چی نظر مخالف، چی نظر موافق باید گرفته شد. با دوستایی که تا هنوز مخالفت میکنه علت ازی باید سوال شد و او دوست هم باید قناعت چه گرفته شد. بخاطر ازی که فعلا جنبش روشنایی محدود به کابل نیست، جنبش روشنایی محدود به ولایت نیست، جنبش فعلا به تمام مربوط به تمام عدالت خواهان است، مربوط به تمام مردم است و فعلا این جنبش یک جنبش میلیونی جهانی است. به خاطر خیلی هم باید با یک مطالعه دقیق باید گام برداشته شد. آقای امید، در گفتگوی قبل که ما با یکی از اعضای شورای عالی جنبش روشنایی داشتیم بحث در رابطه با تشکیل یک ستاد در راستای ساختارمند شدن جنبش شد. آیا ستاد تشکیل شده و آیا فعالیتش آغاز شده؟ عنقریب شاید دمی روزا اعضای ستاد تکمیل شده و پیشنهاد دوستایی بود که یک ستاد بجور شد. البته اون ستاد تنها محدود به کابل نباشه، بلکه یک ستادی که
از 27 کشور اروپا و از دوستای استرالیای ما، از امریکا، از کانادا، از کشورهای آسیایی نماینده های اصلاحات باید گرفته شد از طریق سکایپ کنفرانس، از طریق واتساب یا بعضی خطای ارتباطی که نظرات از نخواسته شد. قدم به قدم باید مشوره صورت بگیره. بعضی دوستایی که مخالفت هم کرده باید احترام گذاشته شد و نظرات از نو باید با اونا صحبت شد و فکر من یه هست و نظر من یه هست که قناعت از نام باید حاصل شد. و در بین هواداران جنبش روشنایی، حتی در بین اعضای شورای عالی جنبش روشنایی، مخالفت در راستای ساختمان شدن جنبش، مخالفت جدی وجود داره، چرا؟ البته که راجب ساختمان شدن جنبش روشنایی یک اجماع وجود آمده بود و راجب این مسئله مصوبه هم داریم، ولی که خب چرا در این وقت بعض دوستای ما مخالفت نشان میده باید صحبت شد و فکر میکنیم که از نحوه اعلام شد خستگی نشان بده یا ای که بگن که زمانی مناسب نیست یا ای بگن که خب فعلا زود است. ما باید با اونا بشینیم و پیشنهاد من برای اعضایی بودن کسایی که از اعضای شورای عالی مردمی مخالفت داره باید با اونا نشست صورت بگیره تا زمانی که قناعت از ناحاصل شد. اگر خدا بخواه ما به صورت یک مشت واحد بریم به طرف ساختارمان شدن و فکر کنیم که ما یک ساختار دیگر هم به نام شورای عالی امتحان کردیم. خود این شورای عالی و خود وضعیت فعلی جنبش هم یک ساختار است، ولی صد متاسفانه ما از شورا و از مجمع تا هنوز که هنوز است اینه او توقعی که وجود داشته حاصل نشد. به او خاطر میگه یک رویش دیگیره، یک ساختار دیگیره هم باید امتحان بکنه که البته این ساختار هم با ساختارهای گذشته متفاوت است. نه این ساختار میراثی خود بود و نه این ساختار یک چهره تکراری خود بود، بلکه تأکید ما این است که اگر واقعا ما بخواییم جنبش دوام پیدا بکنه و جنبش جهانی باقی بمانه باید زمان بندیش باید واضح شد. ما همیشه نمونه جورج واشنگتن برای دوستان میگم که یک سنگ بنیادی برای امریکا که مانده بود، یا بسیاری زندگی که در جهان وجود داره. ما هم اگر بخواییم برای مردم خود واقعا یک بستر آبرومند و یک بستر که از او اقتدار و عزت مردم برای و او بستر با برنامه دقیق باشه، با پالیسی دقیق باشه، بدون زمانمندی، بدون یک پروسه دموکراتیک هیچ امکان نداره. اگر مثلا تصور دوستایی است که ساختارمان شدن یک فرد به در است و تا زمانی که زنده است بعد اونا در است باشه، باز بعد از او باز اولادایش، من فکر میکنیم یعنی اگر این تصور دوستا داشته باشه در جا ما اشتباه میکنیم، در جا ما یک خیانت دیگر مرتکب میشن. به او خاطر هم در مو منشور یا در اساسنامه هم بسیار واضح هم بوده که ما از ساختارمند شدن جنبش چگونه از ساختارمندی میخواییم، کاملا متفاوت با گذشته و تا هنوز او ساختارمندی تا هنوز تکرار نشده که واقعا هم اگر نظرات مردم رو بخواییم همچنین ساختارمندی رو میخواییم که همه عدالت خواهان در سراسر جهان احساس بکنه که در این ساختار ما حضور داریم و احساس بکنه که نوبت مدیریت به اینا میرسه. اگر ما لاک بکنیم مثلا امو چرخه را در یک جای، اونم لاک میمونه. اگر این سیال باشه، پویا باشه، یقینا که همه خود میبینه در این ساختار و هم امیدوار میشه و همی که نوبت مدیریت و از این که ظرفیت و تمام‌ماندی را بر نمایش بگذاره به همه میرسه. بعضی چهره های شورای عالی جنبش روشنایی در فضای مجازی، چه به صورت لایف چه به صورت نوشتن متن، گفته بودن که در راستای ساختارمان شدن جنبش موضوع کلید خورده بود، اما به گونه ای که باید رویش کار میکرد و طرح باید نهایی میشد طرح نهایی نشده بود. اما شما در اینجا موضوع تشکیل ستاد را میگین و استارت کار را میگین و حتی از حرفایتان به گونه ای پیدا بود که اساسنامه ساختارمان شدن جنبش
خودش همچنان ترتیب شدن. ما چطور میتونیم روی کدام حرف اتکا بکنیم و آیا مخالفت جدی در بین اعضای شورای عالی وجود داره یا اینکه غیر حاضری های پی هم باعث شده که بی برنامگی ها در بین اعضای شورای عالی جنبش روشنایی باشه؟ اصلا ستادی که جور میشه هم اینا در بخش تکنیکی فعال میشه، یعنی مو زمینی یک کنگره را فراهم میکنه. اینا حق زیر نداره که به اسنامه را نهایی کنه، حق زیر نداره که منشور نهایی بکنه، حق زیر نداره که تشکیل نهایی بکنه، بلکه یک زمینی فراهم شدنی این کنگره را اینا فراهم میکنه. و همین که درست هم نیست که ما کمی که میگیم مساویده، یک چیز بسیار ابتدایی و باید هم باشه، به خاطر اینکه تمام مسائل برمیگرده به مردم. اگر واقعا همه مسائل در شورای عالی نهایی شوه، پس چرا مردم زحمت بدیم؟ چرا نماینده ها را از سراسر دنیا بخوایی؟ و چرا بازمی کنگره داری شوه؟ به خاطر اینکه هدف از دایر شدن از کنگره یه هست که ما یک ساختاری که قابل پذیرش برای همه باشه، قابل قبول برای همه باشه، به اون نقطه برسی و همچنان یک اساسنامه ای که واقعا همه چیز ما به شما در اونجا، همه چیز از این ساختارمندی در اونجا تعریف شه، یه از طریق مردم نهایی شه. و وقتی که این مسئله را هم ما میخواییم مشروعیت بدیم، رأی نماینده های مردم است که به این مسئله مشروعیت میده. به اون خاطر هیچ چیز نهایی نیست و هیچ چیز را ستاد نهایی کرده نمیتونه، بلکه یک زمینی تکنیکی امی کنگره را فراهم میده. و سراسری بودن کنگره یکی از نگرانی هاست. آیا عملا زمینه مشارکت تمامی نخبگان مردم ما در کنگره فراهم خواهد شد؟ یک چیزی بسیار مشکل خواهد بود که از سراسر دنیا بگیم اونطور نقطه نمانه که یک نماینده نداشته باشه خیلی سخت است. ممکن در قدم اول یا در گام اول کمکاستی های زیادی خواهد داشته باشه، ولی ما بنا می هست و نیت می هست و برنامه ای هست که کوشش بکنیم که از ساحات مختلف، از اکثریت ساحات نمایندگی وجود داشته باشه، نماینده های وجود داشته باشه. ولی یک چیزی بسیار یعنی آرمانی خواهد بود که اگر بگیم که واقعا کنگره از تمام نقاط دنیا و از نقطه نقطه دنیا، بخاطر از اینکه همین حرفی که میزنیم زیاد حرف عملی نیست، بخاطر از اینکه گام اول در تمام حرکت ها در تمام جنبش ها واقعا سخت است. بله، با گام های دوم و سوم و گام های بعدی تکمیل شده میره، هرچی که زمان میگذره، هرچی که فعالیت ها دوام پیدا میکنه پختگی هم بوجود میره. به اون خاطر ایدمی حرف بسیار سخت است که بگیم که واقعا در این کنگره تمام نقاط جهان نماینده هاش حضور بشه. تشکر میکنیم آقای ذوالفقار امید از اعضای شورای عالی جنبش روشنایی. بینندگان عزیز صفحه جهانی هزار ولت، گفتگوی اختصاصی در راستای ساختارمند شدن جنبش روشنایی با آقای ذوالفقار امید داشتیم. ما بقیه روزتان خوش. بدرود.